سیستم اردوی آنلاین موفق شدن میان به کمکت، همه جوره ساپورتت میکنن، تیم رفع اشکال داری، بچه ها میان واسه رفع اشکال میکنن که بتونیم سرعت عمل تو، دقت تو، تمرکز تو، انرژی تو در بالاترین سطح ممکن باشه. پس این واقعا بیخردانه ترین سوال ممکنه، اردو آنلاینش مگه به درد میخوره؟ ببین من گفتم اگر حضوری برات مقدور حضوری بیا، ولی اگر مقدور نیست رها نشو به حال خودت در نوروز. آیا در عید وقت میکنید گزارش کار چک بکنید؟ خب مسلما خیر. عید فرض کن ما اصلا اردو نداشتیم، مگه پدر شما مادر شما اگر کارمنده اگر شاغله در نوروز خودش استراحت نمیکنه؟ در نوروز خودش استراحت نمیکنه. عید دوران تعطیلات هر آدمیه، از کارمند و کارگر گرفته تا برو در واقع شغل های مشابه. پس ما برنامه نوروزی به تمام شاگردامون، چه در حد طرح اسمارت، چه در طرح پروفشنال، سایر طرح قبل از عید بنده خواهم داد. این برنامه رو میری اجرا میکنی، ارتباط بعدی ما انشالله میشه بعد از اتمام تعطیلات نوروز، چون اردوی حضوری خیلی وقت منو میگیره، خیلی تایم از بنده میگیره، چون بالاخره خودم فول تایم بالا سر بچه ها هستم، از اون طرف آنلاین هم باید ساپورت بکنیم، واقعا وقت نمیشه که بیام دوباره گزارش کار چک کردن و اینجور برنامه ها رو داشته باشیم. حتی من به بچه های حضوریم هم دیشب پیام دادم که آقا دیگه از اینجا به بعد حضوری ها که دیگه برنامه رو گرفتن و همه بچه های مشاوره حضوری ما جز حالا یه 4-5 نفری همه در اردوی حضوریمون هم شرکت میکنن. گفتم یه گزارش نمیخواد بدی تا بعد از انشاءالله تعطیلات نوروزی. پس برنامه داده میشه، نگران نباش، ولی با اینکه برنامه بهت میدم، بهت توصیه میکنم بیای در فرآیند اردوی آنلاین قرار بگیری، چون من میدونم صبح 14 فروردین وقتی واتساپمو چک بکنم حداقل 100 تا مادر پیام خواهند داد که عیدو خراب کرد، ای کاش به حرفتون گوش داده بودیم. و وقتی تجربه میگه اردو بیا، اردو رو اومده بود و به حال خودش این مدلی رها نمیشد. یه چیزی هم خوب دقت کن، تو ناخودآگاه ذهنت، خب ناخودآگاه ذهنت وقتی اردو ثبت نام میکنی، خودتو اصلا من به کنار، خودتو ملزم میکنی که من باید درس بخونم. چرا؟ اونی که واسهش 1,000,000 زیاده و سخته، که من بعید میدونم واقعا 1,000,000 تومان پول مثلا 3 تا کتاب میشه، 4 تا کتاب میشه. اون آدمی که میگه 1,000,000 واسه من زیاده، اون آدم احتمالاً در خودش نمیبینه که درس بخونه. و اگه واسط زیاده، وقتی ثبت نام میکنی ناخودآگاه خودتو ملزم میکنی، حالا که پول دادم پس بذار استفاده بکنم، بذار کار بکنم، بذار انرژی بذارم، بذار نتیجه بگیرم از کاری که واردش شدم، لااقل پولم سوخت نشه. یه نفر ممکنه مثلا 1,000,000 تومان باباش خیلی شغلت می کارمند خوب باشه، مثلا ما 10 تومن حقوق بگیره، ولی 1,000,000 تومن خیلی اتفاق عجیب غریبی نمیفته براش. اون ممکنه بگه من واسم مهم نیست مثلا، ولی دارم بهت میگم اگه واقعا نمیخوای بخونی هم نیا، چون واقعا کسی که نمیخواد بخونه اردو آنلاین هم به دردش نمیخوره. ولی اگه تو 7 ساعت میخونی، 6 ساعت میخونی، من یقین دارم اگر در اردو آنلاین دستتو بذاری تو دست من، من مطمئنم 6-7 تا میتونیم به کمک هم به 14 برسونیم، اگر تا آدم حرف گوش کنی باشی. اگر نه بعضی از آدم های چموشی هستن، اگه چموشی یا حرف گوش نکنی یا ساز خودتو میزنی یا ناز و ادا اصول و یه سری داستانه این مدل، نه اردو آنلاین هم بیاری. مثلا ما میگیم آقا تو باید 6 صبح 6:30 صبح بیدار بشی، قبل 7 بعد بیدار بشی. خب تو بابات مامانت تو خونه نمیتونن از خواب بیدارت کنن، خب بابا مامانت نمیتونن. مثلا ما سال گذشته اومدیم تو اردو یه قولی به بچه ها دادیم، گفتیم آقا هر کس اردو آنلاین ثبت نام میکنه ما شروع میکنیم زنگ زدن و بیدار کردن. دستیارایی که دستیار من در اردوی حضوری بودن، خوب دقت کن، در اردوی حضوری بودن، می نشستن روبروی من شروع میکردن زنگ زدن، زنگ زدن یارو مادرش پنج آقا این زنگش پشتیبان رو جواب داد، مثلا خانم دکتر پهلوانزاده بهش زنگ زد گوشی رو جواب داد، گرفت دوباره خوابید. ببین کسی که بخواد بخوابه مثلا ادا اصول این که زنگ بزنیم بیدار کنیم مثلا تو مغزم نمی گنجه. کسی که بخواد بخوابه پدر و مادر تو خونن مدام با زبونهای جذابشون حرف میزنن، اون آدمه رو بلندش نمی کنن. حالا ما بیایم با تلفن یارو رو بیدار کنیم، هر کس هم اون لحظه تلفن، ما دنبال کار نمایشی در اردوی آنلاین نیستیم، چون یه آزمون خطاها رو کردیم. هر راهی که بقیه امروز میرن یخچالی هم قبل ترش رفته.
ما طرح مانیتورینگ رو اضافه کردیم که مانیتورینگ اختیاریه. بعضیا گفتن ما راحت نیستیم مثلا با حجاب جلوی دوربین بشینیم، گفتیم اوکی، طرح مانیتورینگ ما در اردوی آنلاین یک اتفاق کام